سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال رد. باز این بار قراره با هم دیگه بازی خیلی 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 خفن و مشتی به اسم The Wolf Among Us رو تجربه کنیم که یکی از بازی مورد علاقه منه. این بازی ساخت شرکت تل تیل و مثل اکثر بازی تل تیل اینطوریه که تصمیماتی که ما توی بازی میگیریم توی روند داستانی خیلی خیلی تاثیر داره. 5 اپیزود داره، یه فصل اومده تا حالا، فصل دومش هم در دست ساخته که تیزرش بدن. فقط اومده تیزر چند ثانیه ای، خیلی تیزر هایپ و خفن و مشتی بود. با همون چند ثانیه که هیچی نشون نداد همه رو ذوق زده کرد و خیلی بازی خوبیه، خیلی بازی محبوبیه، مطمئنا خیلیاتون بازی کردین. ولی خب حتما این قسمت ها رو با منم ببینین، لذت میبرین، بهتون قول میدم چیز جدید یاد بگیرین درباره بازی. و عرضم به حضورتون که خیلی دوست داشتم بازی رو استریم کنم، ولی از اونجایی که خود صحنه مثبتی داره داستان میشد و هم مجبورا قسمت قسمت میذارم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، حتما انرژی بدید که من قسمت رو تونتر بذارم، نظراتتون رو حتما بگید. خب این اول داره سری توضیحات میده داره داستان بازی. مینوشه روز روزگاری در شهر نیویورک یک کامیتی زندگی میکرده پر از موجودات افسانه‌ای به اسم و اسم کامیتی فیبل تاون بوده، شهرکی بوده داخل شهر نیویورک. و موجودات افسانه‌ای یعنی اون تمام موجوداتی که بچه بودید تو کتاب داستانا دیدید، توی کارتونا دیدید، مثل سفید برفی، هفت کتوله، سیندرلا، شنل قرمزی، نمیدونم دختری در پوست الاغ، پوست خر، دیو و دلبر، هر چی، هر داستانی که اون زمانا خوندید تو این بازی هست، یا میبینیدش یا در آرش صحبت میشه. و اینا چند قرن پیش اومدن از اون جایی که زندگی کردن به اسم هوملندز، از اون دنیای خودشون به اسم هوملندز رونده شدن توسط نیروی اهریمنی که تو این فصل بازی حرفی ازش زده نمیشه، و اومدن تو دنیای ما. و چون اکثر این کاراکترهای افسانه‌ای ظاهری حیوان مانند دارن، حیوانن، مجبورن از یه معجون جادویی به اسم گلمر استفاده میکنن و خودشون رو شبیه انسان ها میکنن تا تو جامعه انسان ها شناخته نشن، لونرن و بتونه مخفیشن. کاراکتر اصلی بازی کسی نیست جز همون گرگ بد بدجنس داستان شنل قرمزی، اسمش هست بیگ بی شریف، بیگ بی وولف، همچین چیزی. و خیلی کاراکتر خفنیه، من خیلی دوستش دارم. طی بازی شما میتونید کلانتر و کاراکتر مهربونی باشید، دوست داشتنی باشید، انتخابات خوبی داشته باشید، تصمیم خوبی بگیرید، با افراد این کامیونیتی خوب تا کنید، یا میتونید خشن باشید، عصبانی باشید و آدم یه دنده و لجباز و عصبی باشید، که همینو بستگی به خودتون داره. خب ما اول بازی سوار تاکسی بودیم، اومدیم از تاکسی پیاده شدیم، دستمون یه کاغذ بود، رو کاغذ نوشته بود که آدرس آقای وزق، آدرس وزق و آدرسشون نوشته بود. اومدیم وارد ساختمون شدیم. این آقای وزق شاید بچه بودید کتاب داستان شد خونده باشید یا شاید کارتونش رو حتی دیده باشید. و از اونجایی که آقای وزق یه حیوانه و باید گلمر مصرف کنه تا شبیه انسان بشه و همینطور که میدید گلمر مصرف نکرده، ما میتونیم از دستش شاکی بشیم، باش برخورد بدی داشته باشیم، باش بد رفتاری کنیم و با لحن بدی بهش بگیم چرا گلمر نداری، یعنی که باشیم میتونیم خوب باشیم، مهربون باشیم. که من سعی میکنم تو این پلیت رو کلانتر مهربونی باشم، کلانتر خوبی باشم، صبور باشم. و خب با لحن خوبی بهش گفتیم که دستمو هم بسته است، عذر میخوام که سخت میگیرم ولی من نمیتونم کاری بکنم، باید گلمر مصرف کنی، اگه گلمر نداشته باشی همه ما، همه افراد این کامیونیتی در خطر میافتن و مجبور میشیم بفرستیمت به فارم. فارم مزرعه، جایی که حیوانایی که مثلا از نمیخوان گلمر مصرف کنن یا توانایی خریدشو ندارن، چون گرونه ظاهرن، توانایی خریدشو ندارن، میفرستن مزرعه زندگی کنن. و از قرار معلوم آقای وزق ما رو زنگ زده ما عنوان کلانتر بیام اینجا و به مشکلاتی که طبقه بالا داره میفته رسیدگی کنیم. یکی از کاراکترها از قرار معلوم داره بدرفتاری میکنه، بدخلقی میکنه، مزاحمت ایجاد میکنه، مست کرده و داره
آسیب میرسونه به ساختمون و آقای وزق ما رو صدا زده که بیایم کمک. خب یه صدای یه دختر هم اومد و آقای وزق میگه که نمیدونستم کسی دیگه همون بالا هست و حالا ما رفتیم بالا ببینیم چه خبره. و اینجا آقای وزق با شما داره بای بای میکنه و زیر لب میگه که پشمالو فلان فلان شده، به من میگه چطوری پولم رو خرج کنم. بچه‌ش هم اومده بیرون میگه من اینا افتادم برو تو خونه، میخوای گرگ بعد بدجنس ببرد برای بخورد مثلا، برو گم شد برگرد جون. حالا ما اومدیم بالا، کنترل کاراکتر دست ماست موقتی، اکثر بازی کاتسینه و صحنه‌های بازی مثلا دیالوگ‌ها یا صحنه‌های کوک اکشن دست ماست. خیلی کم پیش میاد صحنه اینطوری باشه که ما خودمون بگردیم توی قسمتی و کارگاه بازی در بیاریم، یه سری چیزا رو پیدا کنیم و یه سری آیتما رو ببینیم که تو روند داستان میتونه کمک کنه بهمون یا میتونه روند رو تغییر بده حتی. خب اینجا یه جعبه کبریت پیدا کردیم و الان اینجا ما دو تا گزینه داریم، یکی این که با لگد، عکس کفش بود، با لگد در رو باز کنیم بزنیم بشکوریم در رو، این که این آدم محترمانه در بزنیم که ما گزینه محترمانه انتخاب کردیم چون میخوایم کلانتر خوب و مهربون و دوست داشتنی باشیم. خدا لعنتت کنه چه چکی باریکلا، حتی باریکلا نه نزنید کسی رو زشته، ولی خب چکه خوب. خب یه میکشمت فلان فلان شده. چند تا گزینه داشتیم که محترمانه باش صحبت کنیم که سعی کردم اون انتخاب کنم ولی خب جواب نداد. چونیم بهش بگیم تو مستی تهدیدش کنیم یا بگیم این آخرین هشدارته که بهش گفتم تو مستی اسکل حالی نیست چیکار میکنی. که تو حافظه بدی داری گرگ، دفعه قبلی اینطوری اوزه اینطوری پیش نرفت. مثلا این کاراکتر حالا یه خورده جلوتر که بریم خودشو معرفی میکنه. کسیدیس جورز، همون جنگلبان داستان شنل قرمزی، همون که دشمن دیرینه جناب گرگ بد بد جنسه و اینطور که پوش میاد توی داستان چندین قرنه که اینا با هم دشمنی دیرینه دارن و کینه دارن. اصلا این یه خورده پیازاق ماجرا زیاد میکنه و داستان هیجانی تر کرده، داستانی که بین دو نفر اتفاق میفته. این صحنه های کویک اکشنش من خیلی دوست دارم، این صحنه های اکشنی که کاتسین ماننده و ما یه دکمه رو باید سری بزنیم، این داستان های صحنه های اینطوری رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. بعضی از شما شاید مثلا خوشتون نیاد ولی حتما تجربه کنین، اگه تا حالا این بازی های اینطوری رو تجربه نکردین حتما تجربه کنین، خیلی خوبه. و اصلا تو این صحنه ها میتونین خودتون تصمیم بگیرین که چقدر آسیب به طرف بزنین. زد له کرد مارک. این هم اون تبر معروفشه که توی بازی اینطوریه که تبر جادوییه، تبر سحرآمیزه، تلسم شده است، همچی چیزی و جادوییه، تبر الکی نیست. خب زدیم جر دادیم داداشمونو. یه اتمانه باید بریم، یه تا وقتی که چیزی که مال منه رو نگیرم از اینجا نمیرم. چون اینجوری صحبت میکنم آن فکش خورد شده به خاطر همین نمیتونه درست صحبت کنه. فکش شکسته. آره میگه فکم رو شکوندی حرم زاده. هنوز میتونی صحبت کنی. خب لعنتی اینجا چه خبره؟ چه اتفاقی افتاده؟ یه سوء تفاهم بود که اوج گرفت مثلا. نگران نباش، یکی خوش بیشتر میزدمت و
فلان فلان شده. برای شروع یه شب گنده برای من، یه پولی که بهم بدهکاره رو بگیرم میرم. این جمله these lips are sealed خیلی تو بازی مهمه، اینو یادتون نره، these lips are sealed که یعنی لبام بسته است، لبام مثلا مهر شده، مهر لبام دوخته شده مثلا انگار. Sorry, Sheriff. Wouldn't want to add any difficulty to your night. Why was he hitting you? چرا میزدت؟ He asked me if I recognized him. ازم پرسید که آیا اونو میشناسم، میدونم کیه، و گفتم نه. و شروع کرد منو کتک زدن و تو اومدی، تو رو کتک زد. خلاصش همین بود. حالا اینجا میگه که من اون جنگلبانم. میگه چنل قرمزی رو از دست این هیولا نجات دادم. جرش دادم، بازش کردم و توشو پر سنگ کردم، انداختمش توی رودخونه. بعد تو نمیدونی من کیم، احمقه فلان فلان شده. و ما اینجا به این شکل جوابشو دادیم. خب دیوارش پوکید. آخ آخ آخ، ماشین این بنده خدا بود، داشت اینقدر شکایت میکرد. من گفت پول گلمر زیاده، من پول ندارم برای کل خانواده پول گلمر بدم، حالا ماشینش هم به فنا رفت. حالا ما از 4 تا گزینه داریم، بگیم بیمت چطوره، بگیم از خیابون برو بیرون، یا بگیم ببخشید بابت ماشین، یا سکوت کن که من بیمه رو انتخاب کردم که نمیتونم از دستتو ناراحت بشم. من زنگ زدم که بیای اومدی کمک کنی و حالا این اتفاق افتاده. حتی وقتی کمک میکنی اوضاع بدتر از وقتی که اوضاع بدتر از قبل میشه. همیشه اینجور مثل که این کلانتر جناب گرگ ناخواسته گند میزنه، دل خوشی ندارم البته ازش. میخواد اون گرگ درونیشو، اون چهره واقعیشو بیاری بیرون. گرگ کلانتره. اوه اوه شیت، گرگ شد. نه خب داشت گرگ میشده. نزدیک بودا. اوه اوه. خب حالا داره جیباشو میگرده که اون پولی که بدهکاره رو پیدا کنه. یه چی کار میکنی؟ فقط اون چیزی که طلبه من رو دارم برمیدارم. یه چشمات و دندونات و مثلا یه جوری شد نباید اینطوری بشه. نه من اجازه انجام کارا رو بهمون ندادن، نداریم مثلا. یه تبر تو مغزشه، حس نمیکنه اینو. هنوز زنده است. این موجودات افسانه‌ای، کلا تمام موجودات تو بازی، کاراکترهای بازی، چون از یه دنیای دیگه اومدن، موجودات افسانه‌ای هستن، خیلی 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 سگجونن به قول معروف، و به همین سادگی نمیمیرن. چه کشی اومد. خب حاج خانم کجا میری؟ عشقم سب کن. خب سیگارش. آها ما اینجا 4 تا گزینه داریم. یا بهش اون کبریتی که پیدا کردیم رو بدیم، یا سیگارش رو براش روشن کنیم، یا اینکه یه شوخی بکنیم و مسخره بازی، یا اینکه سکوت کنیم هیچی نگیم. و جنتلمنانش این بود که ما فندک رو در می آوردیم، سیگارش رو براش روشن می‌کردیم، ولی خب من گزینه
کبریت رو انتخاب کردم، کبریت رو دادم بهش که پرو نشه فکر کنه دنبالشی، مثلا ما درست اهل این کارا درست نیستیم. خب فهمید. باز همون جمله دیز لیپس آر سیلد رو انتخاب کردم، تکرار کردم. Hey, you like my ribbon? میگه از این روبانم خوشت میاد؟ ما چهار تا گزینه داشتیم که من گفتم زیباست Thank you. و گفت مرسی متشکرم. بعضی از دیالوگا رو که بگید یا کاراکتر یادش میمونه یا یک تفاوت یه تغییر ایجاد میشه توی اخلاقش و رفتارش با شما که بالا سمت چپ صفحه میمیسه معمولا. خب گفت من میشناسمت، مثلا تو کی؟ دخترم گفتش که ما یه جایی از زندگیمون هممون همدیگه رو میشناختیم. Stop. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. خب جناب جنگلبان فرار کرده بود، آقا گرگی میخواست بره دنبالش و دختره دستشو گرفت، گفت بی خیال دیگه تموم شده، ما هم فردین بازی در آوردیم، گفتیم اون طور زده واس تابون پس بده واس حسابشو برسیم. یعنی گفت من با تبر زدم تو کلش دیگه، فکر کنم به اندازه کافی تلافی کردم. باری کلا. خب یه چقدر بد بده کار بود؟ دخترم یه $100 و کناترم یه به نظر برات بد تموم میشه اگه دست خالی برگری بشه رئیست مثلا. دختر روسپی، اگه تا اینجا نفهمیدین بفهمین دیگه روسپیه. و حالا من گزینه، ما دو تا گزینه داشتیم که پول بدیم، پولای تو جیبمون هر چقدر هست رو بدیم بهش کمکش کنیم، یا اینکه بی خیالش شیم بگیم مثلا کاش میتونستم کمکت کنم. من گزینه پول انتخاب کردم، $58 عذر میخوام، $58 تو جیبش بود داد به دختره. ولی گزینه اشتباهیه، بهتون میگم از الان اینو گزینه رو انتخاب نکنید به ضررتون. جنتلمن بازی در نیار. خب گفتش که مثلا با من بیا دفتر توضیح بده چه اتفاقی افتاده، من بنویسم اینا رو. گفتش که باید برم این پولی که به دست آوردم رو بدم. بعد گفت پس بعدش بیا دفتر. گفت برای دفتر دیره، دیر وقته، فردا میام آپارتمانت. بهم میگه قیافت خیلی داغون شده. آقا گرگی هم گفت تر تمیز کنم بچه سفیدی میشه. من گفت هر وقت دیدم باور میکنم. یه چیز باید بدهیم. چه چیزی؟ ای جان، میگه اونقدی که همه میگن بد نیست. مرسی از متحولم کرد. میبینمت گرگ، که البته اوضاع اینطوری پیش نمیره و باید قسمت های بعدی رو ببینید تا ببینید چه اتفاقهایی خواهد افتاد. اتفاقها یا اتفاقات، هر کدوم که صحیح تره. سیگارو در میاره و این دفعه با فندک روشنش میکنه. باریکلا، چون کبریتمون رو دادیم آج خانوم کوفتش بشه. خب رفت تو تیتراج اولیه بازی. این قسمت رو اینجا به پایان میرسونیم. حتما نظراتتون رو کامنت کنین، به لایک و سابسکرایب این داستان رو یادتون نره، انرژی بدید که قسمت های بعدی هم سریع تر بذارم. بگید اگه بازی رو تموم کردین نظرتون کل در بازی چیه. اگه تموم کردید اسپویل نکنید خواهشن. من بازی رو 2-3 بار تموم کردم، ولی برای بقیه بچه ها که کامنتار میخونن اسپویل نکنید. مرسی که ویدیو رو دیدید، دمتون گرم، امیدوارم خیلی 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 خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، اینا خیلی مهمه. حتی دیسلایک هم بزنید خوبه برای من راضیم. مرسی، خدا حافظ.